سلام من پیمانم از چنل انگلیش ادیکشن خوش اومدیم به این ویدیو امروز میخوایم collocations in use درس 28 رو کارد کنیم study and learning درس 28 ش راجبه مطالعه و یادگیریه که البته طبق گفته کتاب که گفته من خود یا سلف استادی هستم درس 28 ش به نظرم اینجوری نیست و خیلی چیزها رو نگفت و باید مثلا رجوع کنید به vocabulary in use pre intermediate و upper intermediate و اینها بنابراین ما تو این درس خیلی چیزا رو کم داریم ولی سعی میکنم تا جایی که میشه یه چیزایی براتون توضیح بدم علاوه اینکه بریم پایین ویدیو لایک رو بزنید و اگه هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین اون دکمه قرمز رو بزنید سابسکرایب کنید بریم توی درس خب ببینید استادی and لرنینگ میخوام شروع بکنیم قبل از اینکه حالا رو بگم نگاه کنید میخوام راجع به ادویکیشن سیستم آمریکا باتون صحبت کنم توی یوکی و توی یو اس خورده با هم فرق داره ما بچه وقتی خیلی کوچیکن توی آمریکا ممکنه مثلا پدر مادرشون ورکینگ پرنتس باشن ورکینگ پرنتس یعنی برن سر کار یا وقت نداشته باشن بچه های کوچیک خیلی کوچیک ها یعنی زیر سه سال بفرستنشون به کجا بفرستنشون دی کیر دی کیر ازشون از بچه ها کیر بشه محافظت بشه و حواسشون به بچه ها باشه یه چیزایی هم یاد بدن این دی کیر ممکنه برای خیلی از پدر شاغل یا ورکینگ پرنتس خیلی چیز عادی باشه بعد از دیکر بچه یکم بزرگتر میشه مثلا سه چهار سالش میشه این وارد مرحله بعدیه حالا مثلا آموزش میشه توی ب... به اون مرحله میگن پری سکول پری یعنی قبل از یه چیزی مثلا پری اینترمیدیت برای همین کتاب که استفاده میکنیم یعنی قبل از متوسط اینا وارد پری میشن توی سه چهار سالگی این باز اجباری نیست اون دی هم اجباری نبود خب حالا توی پری که گذشت یه مرحله وارد میشن که بهش میگن کیندرگاردن که حالا با تی نوشته میشه اون گارتن نوشته میشه این توی پنج سالگیه و توی بعضی از ایالت های آمریکا اجباریه ولی توی خیلی هاش اجباری نیست بازن حالا این کیندرگاردن تموم که شد وارد دیگه تحصیل اصلی میشن اینجایی که اجباری شروع میشه دیگه از اینجا باید بچه ها برن مدرسه ابتدایی بهش میگن توی آمریکا elementary school الیمنتری اوکی okay. یا توی بریتیش معمولا توی آمریکا هم میگن پرایمری سکول این همون الیمنتری سکوله یا ممکنه بشنوید گرید سکول سکول چون گرید ها شروع میشه اینجا شما فرست grade, سکند grade دیگه از اول داریم تا دوازدهم مثل الان تو ایران هم همینجوری از اول تا دوازدهم فرست grade, سکند grade, ثرد grade همینجوری میرن تا دوازدهم وقتی رسیدن به مثلا چهارم یا پنجم fourth یا فیفت grade وارد میدل سکول میشن middle school یعنی وسط های اسکوله دیگه از چهار تا هشت چهار تا هشت بین یک تا دوازده دیگه middle middle میشه middle یعنی وسط هم پنج تا هشت باشه تو بعضی ایالتها ها چهار تا هشت gradeه بعضی ها از grade پنج تا هشت میرن middle school حالا از grade نه تا دوازده میشه چهار سال اینا وارد high school میشن high school خیلی مهمه یه نکته ای که هستش high school سال داره دیگه از نهم تا دوازدهم سال نهم یعنی شما سال اولی های سکول هستی به اون میگن فرشمن فرشمن چه دختر باشین چه پسر بهتون میگن فرشمن بعد از فرشمن میشه سافمور بذار اینا رو براتون بنویسم تا این گرید ها رو من براتون نوشتم اینجا میتونید اسکرین شات دیکه دی پری سکول کیندرگارن الیمنتری اسکول میدل اسکول و های سکول گرید نهم چیه نهم بهش میگن فرشمن گرید دهم میشه سافمور که سافمور اینجوری نوشته میشه یه او داره اوکی اینجوری او رو باید بذاریم ولی خونده میشه سافمور این سال دهمه ده تا اینجا اجباریه های سکول تا اینجا اجباریه بعد از این اجباری نیست دیگه سال 11 هم گرید 11 هم میشه چی میشه جونیور جونیور و دوازدهم هم میشه سینیر. اوکی پس شما این چهارتا رو توی های سکول از این تا توی های سکول مهمن فرشمن، سافمور، جونیور، سینیر. حالا وقتی شما این های سکول رو گذروندید سینیوریتون تموم شد به شما چی میدن؟ میگن you receive a high school diploma یه دیپلوما های سکول میگیرید okay. در واقع شما you graduate from high school وقتی شما سینیور تموم کردین then you graduate from high school یعنی yani از های سکول دیگه فارغ و تحصیل میشین و مدرک های سکولتون رو یا های سکول دیپلوماتون رو ریسیف میکنین میگیریم خیلی ها تا همون 16 سالگی که اجباریه میخونن بعد از های سکول دیگه وقتش وارد خیلی وارد ایژوکیشن های بالاتر میشن میشه هایر ایژوکیشن هایر ایژوکیشن اشاره داره توی آمریکا به یونیورسیتی and کالج وقتی توی آمریکا میگن هیز این کالج یعنی اون یا توی دانشگاه یا توی کالج فرقی نداره جفتش معنی میده یونیورسیتی کالج میتونید به جای هم استفاده بکنید باز هم توی کالج شما چهار سال دارید همینجوری مثل های سکول فرشمن سافمور جونیور و سینیر. توی این چهار سال هم شما چی هستین آندر هستین هنوز از یونیورسیتی گرادجویت نشدین وقتی که گرادجویت میشین یعنی سینیور دانشگاه رو تموم میکنید به شما چی میدن؟ bachelor's degree اینجا وارد مثلا یونیورسیتی میشیم. به شما bachelor's degree میدن ممکن مثلا bachelor of arts باشه که بهش میگن BA یا bachelor of science که بهش میگن BS اوکی؟ خب شما حالا مدرک کارشناسی تونو میگیرین به این میگن کارشناسی دیگه توی ایران هم همینجور چهار ساله چهار سال میگذره و شما بچلرز دگری رو میگیرین خیلی وقتی گریجویت میشن از یونیورسیتی و بچلرز دگری رو میگیرن میرن بازم سراغ مقاطع بالاتر به اون میگن ماسترز دگری ماسترز دگری که دوباره ماستر آف آرتس داریم که بهش میگن ام ای ماستر اف ساینس داریم که میشه ام اس یه سری هم میان وارد می بیزنس میشن که بهش میگن ام بی ای اگه از اینم بالاتر برین میشه پی P بزرگ Hش کوچیکه چون میشه فلسفی و دی هم معنای دکتر Doctor of فلسفی به این میگن به کسی که پیشتی داره میگن دکتر آف فلسفی که همون بهش میتونیم بگیم دکتر خیلی خوب حالا اینا رو فهمیدیم سیستم UK همه چیز شبیه این داره ولی حالا ما زیاد واردش نمیشیم من سعی میکنم یه ویدیو جداگونه بذارم که این خیلی طولانی نشه یه ویدیو جداگونه میذاریم راجع اینکه اصلا این ها به چه شکل هست بریم وارد این درسمون بشیم که کالوکیشن زیاد دور نشیم You can improve your written style by using alternative collocations instead of do and get کلی در راجع به کالوکیشن اینا رو کار کردیم که به جای دو get گت چی بگیم توی اگزم و متاسفان توی مطالعه خیلی دو and گت هسته شما باید جایگزین بذارید اولی دو ان exam امتحان دادن شما میرید امتحان میدین یه دو ان exam به جایش چی بگیم سیت سیت ان همون دو ان exam امتحان دادنه یا تیک و sit و take برای امتحان دادن هستش I have to sit or take an exam in biology at the end of term. باید آخر ترم at the end of term توی درس زیست شناسی امتحان بدم. take an exam و sit an exam. تحقیق کردن چی میشه؟ میشه تحقیق میشه research یا research project پروژه تحقیقاتی. وقتی اینو انجام میدین، تحقیق رو انجام میدین، میتونید از do استفاده کنید. میگه do research یا do a research project. به جای اینا چی بگیم؟ یه لغت خیلی خوب carry out carry out به معنای انجام دادن باز انجام دادن پروژه میشه carry out research یا conduct conduct هم خیلی لغت خوبیه یادتونه conduct and orchestra ما داشتیم رهبری ارکستر بود اون رو خواستم یادآوری کنم درس موسیقی نه نهیدین الان لینکش میاد بالا اینجا هم conduct رو ما داریم برای research برای تحقیق کردن our class carried out یا conducted a research project into the history of our school. یعنی کلاس ما بچه کلاس ما carried out کردن conduct کردن چی رو؟ یعنی انجام دادن یه research project رو یه پروژه تحقیقاتی رو درباره تاریخچه مدرسه ما. Do a course. Do a course. I decided to enroll on یا take a course in computer پروگرامینگ کامپیوتر پروگرامینگ یعنی چی یعنی برنامه نویسی کامپیوتر پروگرامینگ یعنی برنامه نویسی کورس یعنی چی یعنی مثلا هم رشته میشه هم دوره چیزی که ثبت نام میکنین توش من تصمیم گرفتم ثبت نام کنم یا شرکت کنم توی دوره یه دوره در زمینه برنامه نویسی کامپیوتر حالا برای شرکت کردن در یه دوره ثبت نام کردن میتونیم از این رول آن که توی بچه توی آمریکا این دوتا ال میگیره همین اگه بخوایم گذشتش بکنیم این on بگیم دو تا ال میذاریم و یه ای دی on من تصمیم گرفتم که take بکنم take a course یعنی اینکه شرکت بکنم توی دوره یا enroll on a course یعنی دوره شرکت کردن توی دوره do a degree یا do a diploma بچه این بازم به منو گرفتن دیپلم نیست یا گرفتن مدرک اون نیست اون میشه obtain حالا جلوتر بهش میرسیم اینجا دو دیگری باز یعنی استادی کردم یعنی خوندن یه دوره یا توی دوره شرکت کردن و حالا در اون دوره بودن She studied for studied for یا took a degree in engineering engineering یعنی مهندسی اون رشته مهندسی رو گذرون و مهندسی خوند اوکی؟ پس میگیم She studied for a degree in engineering او مهندسی خوند یا مثلا برای مدرک مهندسی خوند یا تک کرد تک اینجا باز معنای گرفتن و مدرک نیست معنای همون خوندن استادی کردنه اوکی okay. حالا میخوام بگیم یه موضوعی مثلا یه درسی میگیم subject دو سابجکت میتونه خوب باشه دو subject به جاش چی بگیم به جاش میگیم استادی و take باز به معنای خوندن یک موضوع یا شرکت کردن تو دوره های اون موضوع هست I studied history I took history and economics و اقتصاد history هم یعنی تاریخ in high school من توی حالا های سکول که الان به بهتون گفتم های چیه توی آمریکا من چی خوندم چه درس هایی برداشتم history برداشتم و economics این دو درس رو برداشتم و خوندم study و took است اوکی؟ باز من مدرک نیست و منو این که اون درس ها رو گرفتم و مطالعه کردم به جای do an essay essay یعنی مقاله assignment یعنی تکلیف بچه‌ها این چیزا نوشتنی هستند دیگه خب به جای do، do همین شد استفاده کرد به جای do بهتر چی بگیم؟ write write an essay write an assignment ببینیم مثال all students have to write an essay یا write an assignment at the end of term همه دانشجویان موظف هستند که have to باید essay بنویسند مقاله بنویسند یا تکلیف حل کنند آخرای ترم در آخر ترم ارائه دادن چی میشه؟ ارائه دادن مثلا یه چیزی شما میخوای لکچر بهش بدین یا تاک بکنین راجبش دو ا lecture یا دو a talk میتونیم بگیم ولی این خوب نیست برای لکچر بهترین چیز ارائه دادن give a lecture هست give a lecture پروفسور پارکینسون پروفسور پارکینسون gave a lecture on on the subject حالا میخواد راجب یه موضوعی لکچر بده یا ارائه بده آن the American Civil War civil یعنی داخلی civil war جنگ داخلی جنگ داخلی آمریکا آقای پروفسور پارکینسون راجبش یه ارائه داد کنفرانس داد حالا اینجا get a degree یا get a diploma اینجا دیگه معنی مدرک گرفتن دیگه شما وقتی مدرک رو دیگه از take استفاده نکنید تو take a degree منظور اونی بود که اون درس رو میخونیم یا گرفت یا برداشتیم کلاسش رو حالا get a degree با چی میاد مثلا دیپلوما یا همون مدرک دیپلوم که تو های سکول ما تو آمریکا سیستم آمریکا داشتیم این در واقع obtain هست و چون دیگری چیز رسمیه یه جوره انگاه مثلا کلماتش خیلی رسمی تره مثلا obtain یعنی به دست آوردن یا گرفتن و be awarded award یعنی جایزه فعل هم میشه be awarded یعنی باز دریافت کردن و گرفتن به صورت اینکه یکی کسی به شما بده He obtained یا yeah, he was awarded a diploma in town planning in 2010. پس ببینید برای گرفتن دیپلم یا مدرک از was awarded و obtained استفاده میتونیم بکنیم. نمره گرفتن خب نمره گرفتن چی میشه؟ get a grade. ولی بهتره از receive استفاده کنیم. received مثلا a grade. an A grade. نمره A گرفتم. A نمره ممتازه دیگه. receive پس میشه. دریافت کردن. و یا اینکه شما نمره بهتون داده میشه دیگه مثلا I'm given an A grade یعنی به من داده شد نمره A یا مثلا اینجا گفته که her essay اصلا مقالش uh, received an A grade مقالش نمره A رو دریافت کرد یا her essay was given was given که پسیو گذشته give هست یعنی بهش داده شد پس دوباره مقالش نمره A رو دریافت کرد یا بهش داده شد qualification چیه؟ qualification یک جور کوالیفیکیشن در کنی صلاحیت ولی مثل مدرک میمونه مثل دیگری میمونه برای یک پروفشن برای یک مهارت داده میشه به شخصی مثلا یه شخص یه دوره رو میگذرونه تکس کورس و اینکه و بعد از به اتمام رسوندن اون دوره وقتی که فینیش شد اون در واقع کوالیفیکیشن رو دریافت میکنه که بریه کاری انجام بده و اونو به هر شرکتی ارائه بده مثلا میگن خب بیا برامون اون کار کن چون شما کوالیفیکیشن داری دوباره مثل مثل دیگری گرفتن مدرک گرفتن کوالیفیکیشن با ابتین میتونه بیاد و یک چیز خیلی بهتری هم که داره اکوایر هست تو اکوایر کوالیفیکیشن رو خوب تو ذهنتون داشته باشید acquire a qualification. You will need to obtain یا acquire a qualification in social work. Social work یعنی زمینه کاری مددکار اجتماعی بودن. یک نوع شغل هست. بنابراین با qualification obtain و acquire خیلی qualification های خوبی هستن. Get an education. بچه شما اگر هر دوین دوین دو, دو دانشگاه درس میخونین توی مدرسه درس میخونین You are getting an education. دارین آموزش دریافت میکنین و مدرسه میرین یا دانشگاه میرین این دریافت آموزش مهمه بعضی ها اصلا نمیتونن برن دانشگاه اوکی پس اونا get an education ندارن محرومن از آموزش The country is poor کشور خیلی فقیره Only 27% of children receive a basic education 27 درصد فقط آموزش دریافت میکنن یعنی میتونن برن مدرسه بقیه اون حالا 73 درصدی که میمونه اونا محرومن از آموزش پس به آموزش دریافت کردن و مدرسه رفتن اومدن میگن get an education و به جاش میتونیم از receive استفاده کنیم receive a basic education basic هم که یعنی ابتدایی یه چیز ساده یه education ساده دریافت میکنن common mistakes بچه pass an exam یعنی, پا... یعنی, قبول شدن توی امتحانی نمره بالا گرفتن با sit و take an exam یا do an exam اشتباه نشده دیگه sit و take an exam یعنی امتحان دادن شما ممکنه فیل بشین ببینید پس ان اگزام. یه نکته خیلی مهم براتون نوشتم سکسید ات یا سکسس این، اول ما رو نداریم ما از سکسید برای اگزم استفاده نکنید یه نکته خیلی مهم بود و اینکه اگه یه امتحان رو شما بیفتین یا فیل بشین دوباره بخواید امتحان بدیم میشه ریست ریست من نوشتم ریست ان و برای امتحان اگه شما نمره خوب بگیریم میتونید از لغت از ورب uh, پاس استفاده کنیم یا دو well I did well in my exam یعنی من نمره خوب گرفتم و اگه مردود بشین یا بیافتین رو امتحان رو میشه fail an exam حالا اگه کلاساتون رو از ام شرکت نکنید و نرین اون کلاس رو میشه skip skip یعنی اون رو نرین شما اصلا تبلیغات یوتیوب هم براتون بیاد میشه skip ad یعنی تبلیغات رو skip کنید و ردشین این deliberately هست deliberately یعنی از امد از امد میس کنید ما رو از دست بدین skip classes یا lectures که lecture توی خیلی از جا توی دانشگاه خیلی lecture داریم دیگه به عنوان یک کسی استادی که میاد لکچرر هست بهش میگن lecturer یک کسی که درس میده یه نکته هم هست که نوشتن هومورک یا انجام دادن تکالیف با did میاد با دو میاد did هم گذشته شه made اشتباه make ورک نداریم اینجا یه مکالمه بین دانشجو و معلم هست که دانشجو یه چیز خیلی مثلا ساده میگه معلم هرفریتر با کالوکیشن جوابشو میده ببینیم Do we have to go to all the lectures and do the course or just yours? میگم مجبوریم توی همه لکچر رو شرکت بکنیم to go to all the lectures یعنی شرکت کردن توی لکچر ها و درس ها و کلاس ها که to do the course که بخوایم دوره رو که دوره رو پیش ببریم or just yours فقط تو کلاس های شما شرکت بکنیم بعد تیچر میگه you must attend attend یعنی شرکت کردن برای کلاسز و لکچرز بسیار کالیکیشن خوبیه attend the classes یا attend the lectures یعنی شرکت کردن تو کلاس you must attend all the lectures باید تو همه کلاس شرکت کنیم نه فقط من to complete the course برای اینکه دوره رو به اتمام برسونیم Okay, complete. Anybody yani is my reason. Kamel kyarna. The word on is to me, excuse me, where will next week's class be? In this room? I'm going to ask you. What will happen? What will happen? Where will the class be? I'm going to tell you in this room, but I'm going to tell no. Next week's class will be held. I should hold a class, You hold a lecture. برگزاری کلاس کلاس برگزار میشه میگه uh, the next week's class کلاس هفته بعد will be held آینده پسیو دیگه برگزار خواهد شد in room 405 در اتاق 405 دانشجو میگه when do we have to give you our essays کی باید به شما مقالاتمون رو تحویل بدیم تحویل دادن مقالات یا تحویل دادن پروژه یا هر چیزی به استاد بهتر از give استفاده نکنی و از hand in hand in اینا رو با هم بگینا hand in our essays to مثلا to the teacher یا to the professor hand in to دادن تحویل دادن به استاد بعد میگه که, you have to hand in your essays on Friday okay, یا میتونست بگه hand in your essays to me on Friday شما باید مقالاتتون رو جمعه تحویل بدین تحویل دادن مقاله و اینا میشه hand in A student میگه When do we have to send in our university applications? Applications معمولا درخواست داریم. applications for a job, for a university. ممکنه برای شغل برای دانشگاهی درخواست بدین که برید اونجا و اون درخواست شما یا اون اقدامی که انجام دادیم میگن applications. حالا اون درخواستتون رو میخواین بفرستین و ثبتش بکنین میشه send in میتونین بکنین ولی یک لغت خیلی بهتر میشه submit. submit. You have to submit your application by December 1st. باید تا یکم دسامبر دیگه اون درخواستاتون رو ارسال کرده باشین. اوکی یا ارسال بکنین. Submit your applications. کالکیشن خیلی خوبیه. اونایی که میخواه اپلای بکنن قطعا این رو باید بدونن. What do I have to do if I want to leave the course? چیکار باید بکنم اگه بخوام از دوره خارج بشم؟ دیگه تمام کنم دیگه ادامه ندم. اینجا به جای leave بگیم withdraw from. withdraw from. If you want to withdraw from the course, اگه میخوای از دوره خارج بشی, you have to go to the college office. باید به دفتر حالا کالج مراجعه بکنی. بس withdraw from the course یعنی از دوره خارج شدن و تمومش کردن دیگه نرفتن. More collocations connected with study and learning. اگه سری collocation دیگه یاد بگیریم.

It's a good way of recording new collocations. برای ثبت، recording یعنی ثبت کردن. برای ثبت کردن کالوکیشن‌های جدید توی دفترچه راه خوبیه. It's a good way. خب حالا شما می‌خواید مقاله بنویسین. خب حالا شما وقتی مقاله می‌نویسین، طبیعتاً اون بار اولی که می‌نویسین کامل و بی‌نقص نیستش. ممکنه از همون نوشته اولیتون با دست نویس ممکنه باشه خط‌خطی باشه، ادیت نشده باشه، ویرایش نکرده باشین، مشکل توش باشه. به اون میگن first draft یا rough draft first draft of your essay یعنی اون اولین نسخه اولین ویرایشه یا اون اولین نوشته شما از اسی یا مقالتون هست که اشکال توش داره خط خطی اون و نیاز به ویرایش داره I did the first draft of my essay last week هفته پیش اولین نسخه مقالم رو نوشتم که حالا توش مشکلات وجود داره و ادیت نشده حالا اونی که دیگه کامل ویرایشش میکنین ادیتش میکنین صفحه بندی میکنین همه کارش رو انجام میدین در نهایت اون چیزی که میخواین تحویل بدین میشه فاینال درافت and the final draft this week و این هفته آخرین نسخه شو دیگه نوشتم انجام دادم I have to hand it in tomorrow hand in بچه یعنی چی؟ گفتیم تازه یعنی تحویل دادن فردا باید تحویلش بدم I have to hand it in tomorrow then the teacher خب وقتی شما تحویلش دادین hand in کردین حالا استادتون به شما باید چی بده؟ فیدبک بده نظرش راجبش... نظرش راجب مقاله بهتون بگه و بگه کجاش رو درست کنین کجاش اشتباهه کجاش خوبه به این میگن فیدبک فیدبک دادن این فیدبک با دادن میاد تو give فیدبک then the teacher gives us feedback after about a week بعد از حدود یک هفته معلم به ما فیدبک میده گزارش کار ما رو میده که خوب بوده یا بد We don't have exams at my school. بچه یک حالت اگزم داریم. بعضی مدارس کاملا سیستمشون برپای اگزم هست. امتحانات هست. یه سری مدارس البته خیلی هم مدارس خارجی. مدارسشون اینجوری که به کار عملی شما پروژه هایی که انجام میدین نمره میدن و در طول ترم باید فعال باشین. به اون ارزیابی مستمر پروژه و کاری میگن Continuous Assessment. Assessment یعنی ارزیابی. Continuous یعنی مستمر. Continuous Assessment. ارزیابی مستمر We don't have exams at my school توی مدرسه که من میرم ما امتحان نداریم خب پس چی داریم We have continuous assessment ارزیابی مستمر پس میگه System where the quality of a student's work is judged by pieces of course and not by one final examination جای کی که کیفیت کار یک دانشجو بر اساس فقط یک امتحان بر اساس امتحان نهایی سنجیده نمیشه بلکه بر اساس کارهایی که در طول کورس انجام میده ارزیابی میشه The local technical college بچه technical college یعنی کالج فنی technical یعنی فنی چی جایی که میرن مهارت یاد میگیرن Provides training خودتون هست بزن provide training یعنی چی؟ اینجا training یعنی کارآموزی و technical college کارآموزی رو ارائه میده Provide یعنی فراهم کردن و ارائه دادن این کالج فنی provides training یعنی کارآموزی ارائه میده یا کارآموز میگیره for young people in a variety of professions variety یعنی تنوع in a variety of something یعنی تنوع اون چیز یعنی در مهارت های مختلف profession یعنی مهارت ها یعنی توی مهارت ها و حالا حرفه های مختلف کارآموزی ارائه میده برای افراد جوان young people اینجا after secondary school that's a secondary school now the system in uk and rajesh video misses. 30% of population go on to higher education can go higher education or tertiary education primary secondary tertiary and it's even second do as tertiary as higher of tertiary education see the sadan rajesh and 20% of adults do some sort of further education course during their lives 30 درصد افراد میرن تو higher یا tertiary education و 20 در... و 20 درصد افراد بزرگسال میرن further education بچا further education با higher education فرقش اینه که higher education یا tertiary education آموزش در سطح یونیورسیتی و کالج هست و افراد بعد از های سکول میرن اونجا ولی Further Education پایین تر سطحش نسبت به یونیورسیتی و کالج و اونجا معمولا میرن مهارت یاد میگیرن که یه کاری انجام بده مثلا یکی که میره یه دوره مکانیک ماشین میبینه بعد از 16 سالگی اون دیگه وارد اون بهش میگن فردر ادویکیشن دیگه هایر ادویکیشن نیست چون نرفته دانشگاه مثلا مدرک بچلور و یا مستر بگیره و اون میگن فردر ادویکیشن کوالیفیکیشن زیادتون هست میشد صلاحیت که میشد مدرکی که یه فرد برای که نشون بده صلاحیت داره میگیره کوالیفیکیشن معمولا برای work هست برای کار هست حالا ریکگنایز معناش میشه تشخیص دادن وقتی کوالیفیکیشن یا مدرک شما ریکگنایز میشه در واقع به رسمیت شناخته میشه حالا میگه دولت شما does your government recognize میکنه به رسمیت میشناسه foreign qualifications for for school teachers یعنی اون صلاحیت های خارجی مثلا خارج از اون کشور رو که گرفتین مدرک هایی که گرفتین در خارج از کشور رو اون کش, دولت شما به رسمیت میشناسه برای for school teachers برای معلم های مدرسه پس recognize qualifications یعنی به رسمیت شناختن اون مدرک کاری یا کوالیفیکیشن و صلاحیت شما بریم یه مثالم حل بکنیم قشنگ جا بیفته

she was awarded her bachelor's degree last year and now is doing some research on taxation laws in different countries و حالا is now doing research doing carrying out یا yeah, conducting she's carrying out some research or she's conducting some research on taxation laws taxation laws یعنی قوانین in different countries در کشورهای مختلف. The second one بچه دومش is doing a course at Newcastle University. توی دانشگاه نیوکاسل داره یه دوره رو میگذرونه یه رشته رو میگذرونه پس میگیم she's taking a course میتونیم بگیم و برای course معمولاً میگیم enroll enroll on وقتی میگیم she's نگه نمیگیم she's enrolling on و بگیم she's enrolled on she's enrolled on a course at university Newcastle University She's doing history. بچه دو a subject به جاش میدونیم می study a subject یا take a subject وقتی میخوام اون درس خاص رو بیان بکنیم. پس میگیم she is studying or taking history. She loves it. عاشق تاریخه. Though اگرچه she says she has to do far too many assignments. بچه assignment و یا essay رو برای به جای دو میتونیم میگیم چی؟ write. She has to write far too many assignments. با اگرچه اون میگه که Uh, باید کلی تکلیف انجام بده یا بنویسه My youngest daughter کوچکترین دختر من is still at school هنوز تو مدرسه she's doing her school leaving exams in the summer the school living exams هم بازی نوع از امتحاناته که همه میدن و باز جاش توی این درس نیست که بخوام خیلی صحبت کنیم که چیه فقط نکته ما اینه که exam با تیک و sit میاد she's taking school leaving exams یا is sitting Okay, you're sitting, you're taking exam. She'll go to university next year. If she gets good enough grades, I see I'm going receive a grade. I'm going to be given. If she receives good enough grade, or if she is given good enough grades, I can only hope it. She wants to do sociology. میخواد جامعه شناسی بخونه. Do a subject باز میگیم she wants to study or take. میخواد جامعه شناسی بخونه. و یک کوالیفیکیشن بگیره برای شغلش مدرک شغلی بگیره then get به جای get بگیم obtain یا acquire برای کوالیفیکیشن obtain acquire a social work qualification my daughters are still getting a much better education than i ever had دخترای من الان دارن یک آموزش خیلی بهتر از این چیزی که من داشتم رو تجربه میکنن و آموزش میگیرن یعنی میرن مدرسه دانشگاه پس get education بهش بگیم receive they all are receiving much better education ممنونم که تو این درس هم با من همراه بودیم به بخش این خسته شدین درسش خیلی ناقص بود چون هیچی خودش توضیح نداده بود و همه رو باید مثلا خودمون موشه کافی می کردیم امیدوارم که مورد استفاده بوده باشه براتون همین الان پایین ویدیو لایک like رو بزنید و اگه تو چنل سی سابسکرایب بکنید کشتی ما رو تو این درس تو جلسه بعدی میبینم به خدا